همراه شوید. سرخط خبرها. آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از 43 مبتلا 8 نفرشان جان باختند. 3 مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در هرات، 36 مسافر برگشته از قم هم قرنطینه شدند. یعنی 42.57% میزان مشارکت در این دوره بوده. اعلام نتایج انتخابات مجلس ایران، میزان مشارکت کمترین بعد از انقلاب، اکثر کرسی ها از آن اصولگرایان. و باستانشناسان در پی کشف راز مقبره باستانی، احتمالاً متعلق به بنیانگذار روم. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران شمار قربانیان ویروس جدید کرونا افزایش داشته. وزارت بهداشت اعلام کرده که تا به حال دست کم 43 نفر به این ویروس مبتلا شده و 8 نفر جانشان را از دست دادند. برای جلوگیری از گسترش این ویروس، مدارس و دانشگاه‌ها در چند شهر تعطیل شدند. کنسرت‌ها و برنامه‌های فرهنگی هم تا یک هفته لغو شدند. همچنین مسابقات ورزشی بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. همزمان ترکیه، افغانستان و پاکستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مرزهای خود با ایران را بستند. فرین حسین می‌گزارش می‌دهد. از روز شنبه 15 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران گزارش شده. بر اساس آنچه وزارت بهداشت اعلام کرده، تا امروز تایید شده که 26 نفر در قم، 10 نفر در تهران، 1 نفر در مازندران، 4 نفر در گیلان و 2 نفر در استان مرکزی به این ویروس مبتلا شدند. 43 نفر مبتلای تشخیص داده شده قطعی به بیماری کووید 19 رو در کشور داریم که البته عرض کنم خدمت شما 8 نفر از این عزیزان جان خودشون رو ظرف روزهای اخیر از دست دادند. پای ویروس کرونا به شهرداری هم باز شده. پیروز حناچی شهردار تهران تایید کرده جواب آزمایش مرتضی رحمانزاده شهردار منطقه 13 که اعلام شده بود مشکوک به کرونا بوده مثبت است. آقای رحمانزاده هفته گذشته در جلسه‌ای با اعضای شورای شهر تهران شرکت کرده بود. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران که در این جلسه در کنار شهردار منطقه 13 نشسته مشکوک به ابتلا به کرونا بود. پاسخ تست کرونای من منفی اعلام شد. دیروز و امروز به دلیل رعایت دستورالعمل‌های ایمنی در منزل بودم و از فردا در شورای شهر حضور پیدا خواهم کرد. رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با تلویزیون سراسری درباره احتمال قرنطینه تهران هم صحبت کرده. آقای هاشمی، بحث قرنطینه تهران مطرح نیست؟ دفعه حال نه، باید از بهداشت صحبت سوال. هنوز مشخص نشد. انشالله من الان امروز سوال نکردم، ولی انشالله سوال میکنم. احتمالا اگر تعداد زیاد بشه حتما این کار رو انجام خواهم داد. گرچه مقام‌های حکومت گفتند هنوز به این نتیجه نرسیدند که اماکن مذهبی و زیارتی را تعطیل کنند، سعید نمکی وزیر بهداشت توصیه کرده که مردم از حضور در زیارتگاه‌ها خودداری کنند. از ناقلین از چین به دولت ایران به دلیل متوقف نکردن به موقع پروازهای ایران به چین مورد انتقاد است. و متاسفانه یکی از فوتی‌های ما در قم بازرگانی بود که متاسفانه ما اخیراً پیدا کردیم که سفرهایی رو در همین دوران آلودگی از پروازهای غیر مستقیم به کشور چین داشته. خب مستحضرید که ما از 7/11 به محضی که این خبر در جهان پیدا شد با اصرار بنده و با حمایت عزیزان در دولت و دستور آقای رئیس جمهور ما پروازهای مستقیم از چین رو قطع کردیم. پیش از این ارتباط افرادی که در قم بر اثر کرونا جان خود را از دست داده بودند با چین رد شده بود. تا این ساعتی که خدمت شما عرض میکنم اقدامی مبنی بر تعلیق پروازها به این مسیر انجام نشده، به خاطر اینکه هیچ گزارشی مبنی بر مبتلا شدن یا به اصطلاح انتشار این ویروس تو ایران ما نداریم. سلام، این گزارش رو برای بی بی سی میگیرم.
کمبود ماسک و ژل‌های ضد عفونی کننده از مشکلات این روزهای مردم است. وزیر بهداشت دیروز وعده داد که 4 میلیون ماسک رایگان به مردم داده شود. او گفت وزارت بهداشت سعی می‌کند در ایستگاه‌های اتوبوس و متروها به مردم ماسک رایگان بدهند. نه الکل، نه چیز، هیچی ندارم. ولی یکی از اون داروخونه‌های چیزا کاره میتونه چیز بگیریم از اینا. هیچی نداشت؟ نه این ژلای شستشو. نه فقط پد الکلی. وزیر بهداشت در حالی از شفافیت در سیستم اطلاع رسانی دولت ایران صحبت کرده که نحوه اطلاع رسانیش درباره ویروس کرونا با انتقادهای زیادی همراه بوده. مقام‌های دولتی به پنهانکاری درباره شیوع این ویروس متهم شدند. حتی بعضی از جمله یک نماینده مجلس این وضعیت را به پنهانکاری حکومت درباره شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین تشبیه کردند. فرین عاصمی، بی بی سی. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای عطاری، چطور میشه اینو توجیه کرد که ایران ظرف چند روز تبدیل شد به دومین کشوری که از نظر جانباختگان ویروس کرونا قرار داره؟ خب واقعیتش این است که در زیر پوست این شهر و این کشور بیماری در حال گسترش بوده، اما به دلایل مختلف این اخبار اطلاعات اعلام نشده بود و غیر از اون مورد به جایی رسید که این پخش این چون به صورت شبکه‌ای هست و وقتی یک نفر مبتلا میشه افراد دور و برش میتونن مبتلا باشن و خود اونها افراد دیگر رو مبتلا بکنن و این باعث میشه که آمار شیوع بسیار بسیار سریع گسترش پیدا بکنه و از طرفی خب دولت همیشه یک گام عقب‌تر از اطلاعات واقعی هست و همیشه فقط اطلاعاتش در جهت توجیه رفتارهاش هست. همجور که میبینیم خب پروازها همچنان در زمان شیوع این بیماری ادامه داشت و تنها کشوری بود که داشت سرویس میداد، ولی الان وزیر بهداشت اعلام میکنه که ما اصلا پرواز نداشتیم. اینو در واقع اطلاعاتی که دولت داره میده و رسمی داره اعلام میشه یک قدم بعد از اطلاعات مردمی و فضاهای مجازی و پزشکانی هست که وجود در واقع دارن اطلاعات رو به صورت شفاف با مردم در میان میذارن و این نشون میده که بیماری و ابتلا به ویروس در سطح بسیار گسترده علارغم همه هشدارهایی که قبلا داده شده بود در حال گسترش هست و اقدامات دولت در این زمینه ناکافی هست و قرنطینه ها داره از جانب کشورهای دیگه انجام میشه. الان به طور کامل اطراف ایران از جانب تمام کشورها قرنطینه شده و ایران در مجموع در یک قرنطینه قرار داره، ولی خب خود این قرنطینه های بهداشتی نه در مراکز بهداشتی و نه در مراکز درمانی نه در اماکن عمومی داره انجام نمیشه و متاسفانه آمار انتشار در مراکز درمانی خیلی بالاست، یعنی انتشار ثانویه از اونجاها داره صورت میگیره که این بسیار نگران کننده هست. در این صورت چقدر فکر میکنید که درسته که کسانی که ممکنه که نگران باشن که به ویروس مبتلا هستن خودشون به مراکز درمانی مراجعه کنن؟ چون ما الان تجربه کشورهای دیگر رو داریم که مثلا اینجا در بریتانیا میگن اگر که کسی فکر میکنه مبتلاست یا سفر کرده با اورژانس تماس بگیره و خودش بیمارستان نره. چقدر ممکنه که الان این مراجعه به بیمارستان خطر رو بیشتر کنه؟ بله، همینطور که عرض کردم آمارهایی که ما در واقع بهش رسیدیم بین 20-40% انتشار مجدد ویروس از طریق همین مراکز درمانی. پس در این صورت باید چی کار کرد آقای عطاری اگر که نگران هستن الان مردم باید چی کار کنن؟ بهترینش این هست که با علائم خفیف اصلا نیاز به مراجعه نداره، مشاوره های تلفنی میتونه کمک بکنه به این موضوع و موندن در خونه حتی با علائم خفیف کمک میکنه. رفتن به مراکز پزشکی هم بار درمانی رو بیشتر میکنه و باعث میشه که سرویس دهی به بیمارانی که لازم دارن کمتر بشه انجام بشه و هم اینکه خودش خطر ابتلا به انتشار رو بیشتر میکنه. و همین دلیل توصیه من این هست که تا حد امکان در خونه بمونن، از مراقبت ها و روش هایی که این روزها داره اعلام میشه در منزل استفاده کنن، در صورتی که با عوارض شدید بروز درشون حادث شد و یا اینکه با مشکل تنفسی مواجه شدن در اون صورت حتما باید
در اولین فرصت مراجعه بکنن و اقدامات درمانی براشون صورت بگیره. چقدر مسئله قرنطینه رو اینجا مهم میدونید شما؟ وزیر بهداشت گفته که مردم ما فهیم هستن و به قم سفر نکنن و مردم قم هم سفر نرن و یه جور قرنطینه خونگی رو خودشون انجام بدن. چقدر میشه اعتماد کرد اینکه مردم خودشون بتونن خودشون رو قرنطینه کنن، یا اینکه شما فکر میکنید که الان شهری مثل قم که به نظر میرسه که ویروس از اونجا انتشار شروع شد باید قرنطینه بشه؟ ببینید، مسئله اعتماد عمومی نیست. مسئله این نیست که قرنطینه مردم فهیم هستن یا نه. مردم بسیار فهیم هستن، ولی اینجا مسئله انتشار بیماری در مقابل مسئولینیه که به هیچ عنوان علمی برخورد نمی کنن و مسئولانه برخورد نمی کنن. اینجا وظیفه مسئولین کشوری هست که قرنطینه ها رو انجام بدن. ما گزارش های زیادی داشتیم که افرادی با رضایت شخصی مبتلا بودن ولی از بیمارستان مرخص شدن. اینها عامل ویروس هستن و حامل ویروس هستن و دارن در جامعه پخش میشن. پس این در واقع بی‌منطق ترین حرفی هست که میتونه یک وزیر بهداشت بزنه و این بار مسئولیت رو بندازه بر روی دوش مردم. وظیفه مسئولین هست که قرنطینه ها رو به صورت کامل انجام بدن و این قرنطینه خط اول مقابله با انتشار ویروس هست در همه جای دنیا که متاسفانه در ایران بسیار نادیده گرفته شده. در محل های تجمع مردم دارن تجمع میکنن برای خرید ماسک جاهای مختلف و این داره به انتشار ویروس کمک میکنه. خیلی ممنونم ازتون دکتر محمد کاظم عطاری. افغانستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مرزهای زمینی و هواییش با ایران را بسته. وزیر صحت عامه افغانستان گفته هنوز هیچ مورد تایید شده ای از ابتلا به این ویروس مشاهده نشده، ولی برای شناسایی بیماران، قرنطینه و درمان آنها در سراسر افغانستان تدابیر لازم اتخاذ شده. اما در ولایت هرات در همسایگی ایران 3 نفر مشکوک به ابتلا به این ویروس شناسایی شدند. همچنین 36 نفر دیگر که به تازگی از شهر قم در ایران برگشتند در قرنطینه نگهداری می شوند. البته گفته شده که این افراد علائم ویروس کرونا را ندارند. محمد قاضی زاده از هرات گزارش می دهد. تدابیر پیشگیرانه و برنامه های آگاهی دهی درباره ویروس کرونا اینجا در هرات در همسایگی با ایران. کمبود ماسک در دواخانه های شهر احساس می شود. قیمت آن هم چند برابر شده. کرونا در ایران قربانی گرفته و نگرانی های نیز در هرات برانگیخته. بعضی از مسئولان تایید می کنند که موارد مشکوک به کرونا ثبت شده و شمار نیز قرنطین. 3 مریض مشکوک داریم، در شفاخانه بستری شدند و کارهای تداعی و تشخیصی از اونا پیش میره و یک تعداد افراد هم از نقطه مرزی که گفته شده بود که به قم ایران سفر داشتند یا از توابع قم به اینجا آمدن، اونا رو هم جداسازی کردیم. فعالان مدنی هم به کمک دولت آمدند. برگزار کنندگان این برنامه آگاهی دهی چندان نگران نیستند. میگویند کارشان فقط جنبه پیشگیری ندارد. ما از طریق هزم دوزه ماسک و بروشه را بتانیم که بر مردم یک کمک کوچیک بتانیم و همچنان از طریق بروشه را اونا بتانند که یک معلومات کافی به دست بیارن از بتانند دخل از همین ویروس کرونا جلوگیری کنند. بزرگترین مرکز درمانی شفاخانه حوزویه هرات، به گفته مسئولین هنوز به صورت رسمی حتی یک واقعه مشکوک هم در آن ثبت نشده است. اداره هرات آمبولانس هم میگوید تدابیر ویژه گرفته. این اداره میگوید مردم نگران نه، بلکه باید توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند. به خاطر تدابیر از ما مجبور و مکلف هستیم که تدابیر واقعی داشته باشیم. هرچند تا کنون ورود ویروس کرونا در این کشور رسما تایید نشده است، اما حالا تاکید اصلی روی این است که برنامه های اطلاع رسانی و اقدامات پیشگیرانه به بهترین شکل آن انجام شود. محمد قاضی‌زاده، بی بی سی، هرات. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان از کابل با ماست. آقای فیصل، شورای امنیت ملی افغانستان امروز جلسه داشته برای اینکه تصمیم‌هایی بگیره درباره جلوگیری از گسترش ویروس کرونا. چقدر افغانستان آمادگی داره؟ تشکر. امروز جلسه داشتیم به رهبری مشاور امنیت ملی افغانستان و وزارتخانه‌های مربوطه همه ایشان. تصمیم بر این شد که به خاطر
جلوگیری از آمدن ویروس کرونا به افغانستان از طریق جمهوری اسلامی ایران. مهم است که تمام رفت آمد به ایران مسدود شود. همچنان وزیر صحت عامه افغانستان گفت که آمادگی لازم در مرکز و ولایات گرفته شده. تا بال خوشبختانه هیچ واقعی مثبت از این ویروس ما در افغانستان نداریم، اما اقدامات پیشگیرانه انجام دادیم تا بالاخره مردم افغانستان از این ویروس در امان بمانند. اقدامات پیشگیرانه آقای فیصل؟ مهمترین بخش آماده شدن شفاخانه هاست، هم در مرکز هم در ولایات. تشخیص این ویروس است که در افغانستان دفعتن ممکن شده، ما میتونیم ایره تشخیص کنیم. پیش از این باید ای بیرون از افغانستان روان میشد. مسئله سوم آگاهی دهی برای مردم است که در این بخش هم اقدامات را داشتیم. تصمیم گرفتین که مرزها رو با ایران ببندین، تردد خیلی زیاد بوده بین ایران و افغانستان. چقدر فکر میکنین که بستن مرزها موثر بوده که جلوی شیوع بیماری رو بگیره؟ خب حداقل برای دفعتن برای یک مدت موقت مهم است که ما در این بخش اقدامات را داشته باشیم، چون این کمک میکنه. مشخصا وقتی که ما در ایران متاسفانه وقایع مثبت از این ویروس را داریم، مهم است که در افغانستان اقدامات شود و دفعتن خطر عمده از طریق انتقال این ویروس از طریق انسان ها به انسان هاست. از او خاطر ما لازم دانستیم که این اقدامات شود. در پالوی از این که این مرزا دفعتن مسدود شده، ما همچنان امپورت یا آمدن مرغ و تخم از ایران به افغانستان، واردات تخم و مرغ به افغانستان متوقف ساختیم تا از این طریقه می ویروس به افغانستان انتقال نشه. مسئله شناسایی هم اینجا هست. واقعا چقدر افغانستان امکانات این رو داره که شناسایی کنه این بیماری رو، و اگر که شایع بشه چقدر از نظر امکانات پزشکی افغانستان آماده هست، چقدر بیمارستان هست، چقدر پزشک هست برای اینکه رسیدگی کنی به این مسئله؟ خوشبختانه که ما دفعتن در افغانستان این ویروس تشخیص کرده میتونیم. زمینیش در افغانستان مساعد شده، شفاخانه ها به سطح مرکز و ولایات آمادگی لازم دارن، بودجه که ضرورت است به خاطر مبارزه با این ویروس به وزارت صحت عامه افغانستان داده شده، کمک های فنی و مالی از سازمان صحی جهان و سازمان های دیگه که در بخش صحت به افغانستان همکاری میکنن او را هم دریافت میکنیم. دفعتن آمادگی لازم گرفته شده و ما تشویش جدی از این ناحیه نداریم، اما اقدامات پیشگیرانه خود بیشتر می سازیم تا هیچ گونه واقعی از این ویروس در افغانستان ثبت نشه. خیلی ممنونم ازتون جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان. شیوع ویروس کرونا در کشورهای دیگر هم ادامه دارد. این ویروس در کره جنوبی تا به حال دست کم 6 نفر را کشته و بیش از 600 نفر را مبتلا کرده. در ایتالیا هم که بیشترین میزان شیوع را در اروپا داشته، دست کم 130 نفر مبتلا شده و 2 نفر جانشان را از دست دادند. در منطقه‌ای در دو منطقه در شمال ایتالیا در نزدیکی میلان و ونیز که محل شیوع ویروس شناخته شدند، برای 2 هفته تحت قرنطینه کامل قرار گرفتند. بنگاه‌های تجاری، موزه‌ها و مدارس تعطیل شدند و برگزاری مسابقات فوتبال لغو شد. نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران مشخص شده. اکثر کرسی‌های مجلس آینده به اصولگرایان تعلق گرفته، از جمله در تهران که همه 30 نماینده‌اش از این جناح خواهند بود. ستاد انتخابات می‌گوید محمد باقر قالیباف با بیش از 1,265,000 رأی به عنوان نفر اول از تهران به مجلس راه یافته. وزارت کشور با تأخیری 2 روزه میزان مشارکت در انتخابات را ساعتی پیش اعلام کرد که کمترین بعد از انقلاب اسلامی. ۴,512,404 نفر که 48% بانوان و 52% آقایان هستند، یعنی 42.57% میزان مشارکت در این دوره بوده. من عرض کنم خدمت همه مردم خوب و عزیزمان،
ما در شرایطی که این انتخابات رو برگزار کردیم حوادث مختلفی داشتیم در کشور، شرایط اقلیمی نامناسبی ما در این ایام داشتیم، بحث بیماری کرونا مطرح شد، اون شرایط سیاسی و شرایط حوادثی که باعث ما از قبیل سقوط اون هواپیما بود، بعد مباحث آبان بود و مسائل دی بود، به هر حال اتفاقاتی در کشور که فضای عمومی کشور علارغم میل همه مردم عزیزمان که در این نوع انتخابات با شور و شوق شرکت کردن، از نظر ما شرایط کنونی و میزان آرا و حضور و مشارکت مردم کاملا قابل قبوله و این نشانده این است که مردم ما در هر شرایطی آمادگی لازم رو برای حضور و مشارکت دارن. تغییر رحمانی فعال ملی مذهبی از پاریس با ماست. آقای رحمانی، صحبت‌های وزیر کشور رو شنیدیم. آقای خامنه‌ای هم گفته که شرکت مردم در این انتخابات درخشش مطلوب ملت ایران در امتحان بزرگ انتخابات بود. چطور برداشت می‌کنید از حرف‌های این دو نفر در صورتی که شرکت در انتخابات کمترین میزان از زمان انقلاب بوده؟ ببینید، در سال 1358 یعنی تقریبا 41 سال پیش نفر اول تهران آقای فخرالدین اجازی 1,500,000 نفر رای آورده از 52% مشارکت مردم ایران تو تهران، ایشان 1,500,000 رای آورده. آقای قالیباف 1,200,000 رای آورده. آقای آقا تهرانی 800,000 رای آورده، همین رای دوره قبل این سال 1992 آورده و وارد مجلس نشده. واقعیت نیست که آقای خامنه‌ای شکست تلویحا هم پذیرفته، منتها تقصیر عوامل دیگه انداخته. این واقعیت قضیه است. این مشارکت کمترینه، ولی یه چیز ظریفی هم وجود داره. من معتقدم از اون 15% میزان پایگاه راست در ایران هم ما ریزش داریم، چون معمولا در ایران یه 30% همیشه از زبان مشروطه تا الان تو انتخابات به طور اتوماتیک شرکت میکنن تو شهرهای کوچیک، به خاطر اینکه اینا معاینه رویا انتخاب میکنن نماینده که بیاید با دولت چانه بزنند یه سری امکانات برای منطقهشون بیاوره. فکر میکنید که حالا این میزان پایین مشارکت چه تأثیر خواهد داشت هم در داخل ایران هم از نظر وجهه بیرونی ایران؟ ببینید، شما بگم این بازی باخت. آقای خامنه‌ای بخش عظیمی از مردم ایران در سه دوره گذشته بازان، یعنی اومد رأی اینا رو گرفت و بعد اینا رو بازنده کرد، خودش برنده کرد. این بخش جامعه مدنی ایران که گستردم هست اومد این بار تو بازی باخت باخت آقای خامنه‌ای هم بازنده کرده، میگه آقا این مشارکت، این مشارکت پایین به این علت دوره های قبل هم اگر می آمدیم به خاطر به کسی رأی می دادیم که از تو فاصله داشت، بیشترین فاصله ممکنه مثلا از تو داشت بهش رأی می دادیم. این بار همه اینا رو حذف کردیم با وجودی که اصلاح طلب ها همه دعوت به شرکت کردن، درست رأی لیست ندادن، ولی تمام اصلاح طلب ها در اکثر قریب به اتفاقشان خود آقای خاتمی رفت رأی داد. این میزان مشارکت یعنی در حقیقت یک بازی باخت باخت شروع شده، یک پیروزی تاکتیکی برای جامعه مدنی است. شرایط داخلی جامعه ایران شرایط خوبی نیست. ببینید، آقای خامنه‌ای هم میدانه راست در جهان داره میتازه، راست ایران هم داره سوار کاره. خب حالا جامعه مدنی و مصافش است میتواند این راست ایران کنترل کند یا نه؟ زمین که آقای خامنه‌ای در منطقه به اصطلاح قدیمی ها جفشیش میاره، شرایط اشتباه حالا عربستان و آمریکا اینا این مدام برای آقای خامنه‌ای در منطقه موقعیت درست میکنه، ایشان فشارش رو مردم ایران میاره. نیست که ما تازه وارد بازوهای سختری شدیم، ولی یه پاسخ خوبی است با آقای خامنه‌ای که شما به ملت، چون شما میگید ملت به شما برگشتن، نه ملت به شما برنگشتن. این میزان آرا نشان دهنده خیلی از مسائل است. آقای قالیباف بیشترین رأی در تهران آورده و بعضی پیش بینی میکنن که شاید به ریاست مجلس هم برسه. چنین مجلسی رو چه جور مجلسی میبینید؟ مجلسی که کسی در رأسش ممکنه قرار بگیره که به هر حال سابقه عضویت در سپاه رو داشته، آیا یک مجلسی خواهد بودش که یک دست و بدون تنش پیش خواهد رفت با سلطه نظامی ها؟ ببینید، کاملا درسته، این مجلسی در دست سپاهی ها. آقای قالیباف، تازه آقای کرباچین گفتن الگوش رضاخانی است در قرن بیستم برای امور. آقای قالیباف در حقیقت سنت آقای کرباچی ادامه داد با فساد بیشتر.
فساد بیشتر. معاون آقای قالیباف عیسی شریفی است که الان زندانه. آقای قالیباف برنامه انتخاباتیش این بود که من می توانم چون در شهرداری تهرانم 12 سال توانستم خدمت کنم. خب همین الگو میاره. این مشکل آقای خامنه‌ای اینه که تیم اجرایی مدیریتی نداره و احمدی‌نژاد هم اومد این تیم به شکست خورد و از این طرف دیگه تیم اجرایی میراث هاشمی هم آقای خامنه‌ای باش همراه نیست، یعنی کارگزاران سازندگی. به این خاطر این مشکل مدیریتی همچنان پاربرجاست. ریاست آقای قالیباف همکاریش با نظامیان یه چیز هست. نظامیان اهل جراحی و بریدن هست، نه اهل ساختن. و همین خاطر این مجلس بعد مدتی اگر کارگزاران هزار مشکل بر ایران افسودن، این مجلس صدها هزار مشکل بر ایران خواهد افسود، چون اینا نگاهشان همراه با بریدن قطع کردن با یک فساد واقعی. در زمان آقای قالیباف شما می‌خواستید به حلقه های نفوذ گوناگون مناقصا وارد بشی، باید چندین حلقه رو می‌دیدی. آقای نجفی یه بخش قربانی این مبارزه با این قسمت شد که اون بلا سرش اومد. البته من به کار آقای نجفی رو مسئله قطع خانم استاد کار ندارم، بحث برکناریش میگم. و این آقای قالیباف با این فساد اصلا آغشته است، یعنی اصلا همراهه. خیلی ممنونم ازتون. تغییر رحمانی فعال ملی مذهبی از پاریس. ما باید اضافه کنم که مقام های شورای نگهبان گفتن که آقای قالیباف هیچ پرونده فسادی نداره. ولی از اخبار ایران فاصله بگیم، رو به ایتالیا بریم، جایی که باستانشناسان میگن که تابوتی در معبد باستانی روم پیدا کردن که ممکنه متعلق به رومولوس باشه، پادشاهی که گفته میشه شهر روم رو بنا کرد. این مقبره سنگی متعلق به قرن ششم قبل از میلاد مسیح. بیل هیتون گزارش میده. معمایی 2500 ساله که ممکن است جوابش پیدا شده باشد. زیر بلندترین تپه روم. آیا این مقبره رومولوس پدر روم است؟ رومولوس کسیه که روم رو بنا کرد. او به این شهر زندگی داد. به خاطر او بود که مردم روم هویت گرفتند. این مقبره اولین بار در اوایل قرن گذشته در داخل بنای فروم روم پیدا شد، اما بعد گم شد. در این 120 سال محل دقیق مقبره رو فراموش کردیم. فکر میکردیم دیگه نتونیم مثل قبل پیداش کنیم. پیدا کردنش به همون شکل فوق‌العاده بود. در افسانه ها آمده رومولوس پسر خداوند جنگ شهر روم را در سال 753 قبل از میلاد بنا کرد. اما هزینه هم داشت. در نبرد برای شهر برادر دوقلویش روموس را هم کشت. اما کارشناسان میگویند شاید حقایق تازه تری را پیدا کرده باشیم. هیچ استخوانی داخل مقبره پیدا نشد. نمیتونیم قطعی بگیم مقبره رومولوسه. هیچ مدرک علمی نداریم. فقط اتاقی داخلش هست که مقابل مجلس سنا قرار گرفته. فقط به خاطر نگهداری شدنش میتونیم بگیم که این مکان مهمیه. دو اعتقاد در مورد رومولوس وجود دارد، یا به آسمان‌ها رفته و یا توسط سناتورهای حسودش تکه تکه شده. اولین پادشاه شهر که بعد از حدود 3000 سال تنها یک افسانه در موردش باقی مانده. حالا شاید دست کم یک یادبود فیزیکی برای این پادشاه محبوب و احتمالاً نه افسانه‌ای وجود دارد. بیل هیتون، بی بی سی نیوز. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.